آقای رضا دقتی اسمی آشنا و در واقع در زمینه حرفشون، حرفه عکاسی، اسمی شناخته شده برای آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر و کسانی که در این زمینه علاقمند یا فعال هستن هستش. آقای دقتی، برای اولین بار میشنوم در واقع در پارک، یک مکان عمومی در پاریس، در یک ابتکار یه نمایشگاهی برگزار کردین. ابتکار و در واقع ایده از کجا شروع شد و چرا پارک؟ من یکی از کارهایی که سالهاست انجام میدم این استش که در جاهایی که مردم زیاد رفت آمد میکنن، مردم عادی، بتونم اون فضاها رو تبدیل به نمایشگاه بکنم و اون وقتی رو که مردم میان توی اون جاهایی که یا جای گذره مثل خیابونا یا برای یا متروها، گاهگداری در متروهای پاریس هم متوجه شدم که جناب عالی یه تبلیغاتی میذاری، یه عکسایی میذاری که جلب توجه میکنه. بله همین دیگه، اینا هم تمامش اینا جزء به این هستش که سعی بکنیم اون پیغام عکس ها رو که معمولا بیشتر از نظر مردم یا فقط در موزه ها یا در گالری های بزرگ میخوان عکاسی ها رو بگذارن، من برخلاف اونا بتونم عکس ها رو بیارم و در معرض دید همه بگذارم. چرا این موقع هستش که آدم ها رو خوب میشه در حقیقت مطرح کرد مسائل رو و تحت تاثیرشون گذاشت. آقای دقتی، عکاسی اساسا برای شما چی هست؟ چه معنی میده؟ عکاسی در حقیقت اینو ارتباط مستقیم با بین انسان هاست برای من. یک ارتباط بسیار مستقیمی که بشه به عناوین مختلف هم درد مشترک رو و هم شادی مشترک رو به انسان ها مطرح کرد و بینشون به هم دیگه ارتباط داد. در یکی از مسابقاتون خوندم یا شنیدم در واقع که در طول سالیان که عکاسی می‌کردی به این نتیجه رسیدی که خون تمام انسان ها سرخ هستش. به هر حال این جمله هستش که من بیشتر مطرح می‌کنم به نسبت به اون چیزی که بر علیه نجات پرستی، بر علیه تبعیضایی که دنیا وجود داره مطرح میکنم که ببینید مسئله رنگ پوست چیز مهمی نیست. ببینید جوهر اصلی انسانها یکیه. شما خون آدم سیاه پوست و سفید پوست هر دوی رنگ هستش دیگه، یا خون چه میدونم ملیت‌های مختلف حساب بکنی، زبان‌های مختلف، همه یک جور هستن. همه حتی یه بارم میگفتم که یک مادر افغانی و یک مادر امریکایی که دوتا فرزندشون توی جنگ با هم کشته شده باشن به یک نوع گریه میکنن، به یک شیون. مسئله انسانیت مهمه. آقای دقتی، شما تا اونجا که میدونم از ترکای آذری و اهل تبریز هستین و ما میدونیم که در طول 30 سال گذشته حداقل تبریزی ها و ترک زبانان کشور ما ملیت آذری تحت تبعیض آشکار قانونی قرار گرفته. این تبعیض تا چه اندازه به خلاقیت شما در حرفتون کمک کرده که در زمینه ابعاد حقوق بشر هم فعالیت بکنین و عکاسی شما در واقع پرده برداره از نقض حقوق بشر در ابعاد بسیار وسیع؟ طبیعیه که زادگاه من تبریز، زبان آذربایجانی در حقیقت یا آذری که میگن زبانی هستش که من با اون قبل از همه خواندن و نوشتن که نه، بلکه زبان مادری در حقیقت هستش که زبان آذری برای ما. طبیعی هستش که همون جوری که در ایران تبعیض به بین ملیت‌های مختلف میگذرن، اینا حکومت زمان شاه بود، بعد حکومت ملا هستش، اینا من راجع به این مسئله خیلی حساسیت دارم و حساس شدم نسبت به این مسئله. و یکی از اولین مسائلی که برای من مطرح شد در ایران اون موقع به غیر از مسئله همین خود ما، مسئله کردها بود، تبعیضی که رو کردها میشد، اون بسیار منو رنج میداد و هنوزم رنج میده که روی مسئله هم زیاد کار کردم موقعی که ایران بودم یا بعدش اینا. اما مسئله حقوق بشر به نظر من یا دفاع از حقوق انسانیت، برای اینکه میدونید خیلی از این ملاها و آدمای حکومت هم شدیداً ضد حقوق بشر هستن، میگن که این چیز غربی هستش. من اصلا به این کاری ندارم، به حقوق بشر هم کاری ندارم. انسانیت رو که دیگه انسانیت به حقوق ذاتی و طبیعی انسان ها اهمیت دادن، اینا دیگه تا هر مذهبیشو به حساب بکنید، هر کتابی رو بگیرید، اینا این مسئله
این مسئله وجود داره، حالا به هر اسمی که میخواد باشه، برابری انسان ها به همون صورتی که همین ملایانه که خودشون میگن که روز جهنم بهشت میرن و نمیدونم برنامه هاشون رو اونجا اعمالشون رو بررسی میکنن، خب همین بررسی اعمال همین جا هم وجود داره. شما مسئله این استش که مهم نیستش که شما کی باشید و چی خونده باشید و چی کار کرده باشید، مهم این استش که با زمانی که تو زندگی تو با انسان ها چه ارتباطی داشتید شما. و کسی که نه. میاد زندانیان رو تجاوز میکنه بهشون و حتی همین چند روز پیش اونم به اسم دین خدا، به اسم دین خدا، و دکتری رو که این زندانیا رو دیده بوده اونم کشتن دو روز پیش، یک دکتری کشته شد، دکتری بود که تمام این زندانیا رو این چیز کرده بود، معالجه کرده بود و اینا. فکرشو بکنید که چنین آدمایی، چنین حکومتی اصلا دیگه نه مسئله حقوق بشر براشون مطرحه، نه حقوق انسان مطرحه، نه ذات انسان مطرحه، هیچ چیزی برای اینا. آقای دقتی، عکسایی که اوایل انقلاب از کردستان گرفتین و پخش کردین در سطح دنیا و در واقعی غوغای بین المللی برا انداخت که تا امروز هم وجود داره و از این عکس ها به عنوان یک اسناد استفاده میشه که جنایت علیه بشریته، هیچ وقت احساس میکردین که این عکس های شما که از مبارزه مردم کردستان و از سرکوب اونا توسط حکومت گرفته میشه یا مستند میشه اینقدر غوغا به پا بکنه در دنیا؟ واقعیتش اینه که نه، وقتی آدم اون کار میکنه بیشتر به خاطر اینکه میدونه که به هر حال من میبینم این چیزی که اتفاق میفته، من میبینم که اینجا یک بی‌عدالتی هست، من میبینم که اینجا یک جنایت بر علیه انسانیته و میتونم اینو به صورت مدرکی بگیرم برای دنیا نشون بدم. اما اینکه چگونه تأثیری بگذاره تو دنیا و چه تأثیری گذاشته، واقعیتش نه، بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم هم داره پیش میره. علاقمندی که یه بار دیگه به کردستان بری، البته در یه فضای آزاد دموکراتیک، یا اینکه شاید یه جنگی به وقوع پیونده و شما بازم در اونجا یا در یه نقطه دیگر ایران عکاسی بکنید؟ حالا اصلا فکر میکنم که چنین سوالی، اگر شما که وضعیت من و زندگی من و کار من میدونید، اصلا چنین سوالی معنا نداره. طبیعیه که من عاشق ایران و تمام مناطق ایران و منطقه اطراف هستم و به ویژه ایرانی بدون جمهوری اسلامی ایران، 100% ایرانی، به ایران آزاد، ایرانی که هر ملتی زبان خودش و فرهنگ خودش رو بتونه راهش رو ادامه بده، ایرانی که تمامی ملت‌های مختلف بتونن در حقیقت با آزادی فکر و با آزادی بیان دست به دست هم دیگه بدن و نه تنها یک کشور آباد و آزاد بسازن، بلکه مردم دنیا هم تأثیر بگذارن. بله، امروز 29 سپتامبر، در واقع حدود دو سه روزیه که این نمایشگاه افتتاح کردین یا باز شده، استقبال و انعکاسش چگونه بوده؟ ارزیابیتون در این زمینه چیه؟ والا اگر از نظر مطبوعات بگیم که خب اکثر مطبوعات فرانسه در مورد نمایشگاه دارن مطلب می نویسن، نوشتن یا دارن می نویسن اینا، مردم هم که می بینید زیاد میان می بینن، وای می سن صحبت می کنن، ما فیلم نشون می دیم، فیلم می بینن. فقط مسئله نمایشگاه نیست، اینجا بسیار مسائل آموزشی دیگه هم ما گذاشتیم که همین که شما دیدید الان از وزارت آموزش و پرورش تمام نمایندگان فرهنگیشون اومده بودن که یک ساعت من براشون سخنرانی کردم که حالا اونا میرن به تمام مدارس اطراف بخشنامه میدن که فرض کنید کودکان رو از دبیرستان‌ها و دبستان‌ها بیارن این نمایشگاه رو ببینن. آقای دقتی، به عنوان سوال آخر، بچه‌های ابتکار عملی به دست گرفتن در رویدادهای اخیر ایران، به ویژه در یک سال گذشته و بعد از نمایش انتخاب ریاست جمهوری در ایران، فیلم هایی که پخش کردن، عکس هایی که ارسال داشتن، دیدگاه شما و ارزیابی شما در این زمینه و اساساً پیغام شما برای اونها چی است؟ من اگه شما تشریف ببرید بعدن یک از این برنامه نمایشگاه، میدونید که یکی از این 22 عکسی که من گذاشتم چهره ندا هست در اینجا. و چیزی که دائم همیشه من گفتم، اولا که مردم ایران توی این مدت یک سال گذشته تونستن اسمشون رو بر چند جهت در تاریخ جهان ثبت بکنن، یکی از اینا هم همین مسئله این بود که اولین
کشوری هستش که تونستن با استفاده از تلفنشون عکس گرفتن و فیلم گرفتن، امکانات محدودی که در دست دارن، بعد تمام سانسورهای حکومت از بین ببرن و تمام حوادث که اتفاق می افتاد رو به مردم نشون بدن. و این میگم اینا که با این شجاعت این کار کردن اولین بار در تاریخ جهان هستش که انجام میشه، حتما نامشون و نام ایران به این خواهد مونده بشه. مسئله دوم این هستش که الان دیگه حکومت روزها و ماهای آخر خودش رو داره مگذرونه، میدونه که دیگه تمام برنامه هایی که داشته، تمام فشارهایی رو که داشته روی مردم آورده. یعنی این که اینا هر روز بیشتر درنده تر میشن دلیل بر این نیستش که اینا قوی شدن، دلیل بر ترس اینا هستش. برای اینکه میگن آدم هر چقدر بیشتر بترسه بلندتر داد میزنه، اینا هم این داد بلند زدنشون و این فجایعی که میارن و هر کسی رو میگیرن و زندان میکنن و تجاوز میکنن به زندانی، یعنی اینه به خاطر این ترسشون هستش که میدونن اساسشون از هم رفته، میدونن که شکاف افتاده، میدونن که بنیاد جمهوری اسلامی بالکل نه تنها دیگه به آخرش رسیده، بلکه چنین بنیادی اصلا بالکل از تاریخ ایران رخت برخواهد است. گفتگوی بنده را با آقای رضا دقتی شنیدید. از شرکت شما در این مصاحبه بسیار سپاسگزارم آقای دقتی. تشکر ازتون.